24 آذر 1388 شکست مزدوران عراقی در اجرای طرح اخراج ساکنان اشرف. ساعت 11:30 روز 24 آذر 1388 37 خودرو پلیس و شماری از مقامات عراقی عضو کمیته سرکوبگر عراقی موسوم به کمیته بستن اشرف وارد اشرف شدند. مقامات عراقی پیش از آن در 16 آذر 88 قصد خود را برای جابجایی کلی اعضای مجاهدین خلق اعلام کرده بودند. آن روز نزدیک به 50 خبرنگار و عکاس و فیلمبردار با ستون خودروهای پلیس به اشرف آمدند. سخنگوی دولت عراق پس از یک سال تحریم مطبوعاتی اشرف خبرنگاران را به منظور تهیه عکس و فیلم و گزارش از کسانی که به ادعای رژیم آخوندی نمیخواهند در اشرف باقی بمانند و بنابر فراخوان کمیته عراقی قصد ترک اشرف داشته باشند دعوت کرده بود. در فراخوان کمیته عراقی تصریح شده بود که به تعداد کافی اتوبوس‌های مورد نیاز برای جابجایی ساکنان اشرف نیز حاضر و آماده شده است. پیش از آن نیز نیروهای عراقی حجم زیادی بروشور در خیابان‌ها و مقرهای مختلف اشرف فرو ریخته و با بلندگو هم اعلام کرده بودند که دولت عراق در جابجایی ساکنین اردوگاه به مکان دیگر مصمم است و افراد داوطلب می توانند خود را به مرکز پلیس و یا هر یک از گشتی ها معرفی کنند. در آن اوراق به مجاهدان اشرف با سخیف ترین صورت وعده داده شده بود که در صورت ترک اشرف می توانند در کشورهای اروپایی و یا ایران به عنوان شهروند به زندگی عادی مشغول شوند. اما در روز 24 آذر مجاهدان اشرف هیچ ممانعت و مخالفتی با ورود پلیس به اشرف به عمل نیاوردند و همه درها و مقرها را هم برای بازدید پلیس و مقامات عراقی و خبرنگاران باز گذاشتند و آنچه نتیجه شد این بود که به رغم اصرار مقامات عراقی و به رغم پخش بروشورهای دولتی و فراخوان‌های مستمر با خودروهای بلندگودار در خیابان‌های اشرف حتی یک نفر از مجاهدان حاضر به ترک اشرف نشد. آن روز تصویر ستون‌های اعزام شده و مینیبوس‌های خالی و مزدوران عراقی که دست از پا درازتر از اشرف خارج شدند گواه واضح و آشکار و درخشانی بر عزم اشرفیان در پایداریشان در نبرد با رژیم ضد بشری ولایت فقیه حاکم بر ایران شد. 28 آذر 1360 شهادت مجاهد خلق مادر آراسته قلیوند. مادر مجاهد آراسته قلیوند زنی زحمتکش اهل آذربایجان بود که از زمان قیام ضد سلطنتی پا به پای فرزندانش در تظاهرات و راهپیمایی‌های مردمی فعالانه شرکت داشت. پس از پیروزی قیام ضد سلطنتی مادر مواضعی انقلابی و افشاگری‌های مجاهدین در قبال انحصار طلبی ها و سرکوبگری های رژیم خمینی را در میان آشنایان و در محافل عمومی مختلف تبلیغ میکرد. سه فرزند مجاهد مادر آراسته، مجاهد شهید غلام رضا بزرگانفرد، مجاهد شهید رضا بزرگانفرد همافر نیروی هوایی و مجاهد شهید سهرا بزرگانفرد در نبرد برای آزادی خلق و میهن از سلطه دیکتاتوری مذهبی خمینی ضد بشر به شهادت رسیدند. اما شهادت فرزندان مادر آراسته فقط بر استواری و عزم و اراده انقلابی او در مبارزه علیه رژیم خمینی و در راه تحقق آرمان‌های مجاهدین می‌افزود. یک بار در یکی از ملاقات‌های مادر با فرزند مجاهدش که به اسارت دشقیمان در آمده بود، کچویی رئیس زندان ایوین به مادر گفته بود فرزندت محکوم به 100 سال زندان است. مادر جواب داده بود اگر 100 فرزند هم داشتم حاضر بودم در این راه بدهم. سرانجام مادر مجاهد آراسته قلیوند در جریان حمله پاسداران خمینی به پایگاه محل استقرارش دستگیر شد. لاجوردی سردشخیم خمینی
با ورود مادر آراسته به زندان او را به زیر شکنجه های وحشیانه کشید و در فردای همان روز مادر را به جوخه تیرباران سپرد. علی‌رغم سن زیاد و شکنجه های بسیار، مادر مجاهد آراسته قلی‌بند با سربلندی در برابر شکنجه های وحشیانه و آزار این سرجلاد خمینی ایستادگی کرد و قهرمانانه به شهادت رسید. 28 آذر ماه 1360 شهادت مبارز بزرگ میهن شکرالله پاکنژاد. اگر در دوره شاه جریان وابستگی از نظر سیاسی خود را در حاکمیت دیکتاتوری نشان می‌داد، جریان استقلال در دوره انقلاب از نظر سیاسی می‌بایستی خود را در حاکمیت دموکراسی نشان دهد و نشان نداد. اینک زحمتکشان میهن ما 2 سال پس از قیامی درخشان و یک پارچه دست خود را خالی می‌یابند، بدون آنکه در جبین حکومت نور رستگاری ببینند. آنان از قبل حاکمیت انحصار طلبان نه نان در سفره دارند و نه امید در دل، به زبانی دیگر نه استقلال و نه آزادی. شورا در این مرحله می‌خواهد زبان انقلاب باشد، بعد محوری برای تجمع نیروهای انقلاب، و آنگاه است که می‌تواند در تناسب با ماهیت خیش نظامی حاکم برخواسته از عمق دل و اندیشه مردم و انقلاب آنان باشد. مبارز نامدار شهید شکرالله پاکنژاد که دوستانش او را شکری صدا می زدند از فرزندان رشید مردم خوزستان بود که در شهر دسفول متولد شد و دوران نوجوانی خود را در میان مردم این شهر گذراند. مشاهده نابرابری های اجتماعی و فقر و فلاکت مردم از اولین سالهای نوجوانی شکری را تحت تأثیر قرار داد و قلبش را لبریز از عشق محرومان کرد و همین عشق بود که او را به مبارزه مسلحانه بر ضد نظام ستمگر سلطنتی کشاند. انقلابی بزرگ شکرالله پاکنژاد سالهای بسیاری از عمر خود را به علت مبارزه بر ضد اختناق و بی‌عدالتی در زندانهای شاه سپری کرد و همواره یکی از زندانیان سیاسی بلند آوازه ایران بود. طنز تاریخ آنکه پاکنژاد سرانجام به دست آخوندهایی به شهادت رسید که در سالهای اسارت و مقاومت او در زندانهای سواک حقیرانه تقاضای عفو نوشتند و برای حفظ جان خود زبونانه در زندان شاه شاهنشاه ها سپاس گفتند. رهبر مقاومت آقای مسعود رجوی در وصف شکری گفت: با شهادت پاکنژاد خلق ما یکی از رشیدترین فرزندان مبارزش، انقلاب ما یکی از ارزنده ترین رهبرانش، سازمان مجاهدین یکی از صمیمیترین و غمخوارترین همزنجیران، همرزمان، همسنگران و مشوقان انقلابی خود را از دست داد. اگرچه یقین دارم که راهش همچون نامش هر روز درخشنده تر و تابنده تر تا قله پیروزی نهایی ادامه خواهد داشت.